خبرگزاری اسوسییتد پرس و رویترز از قول مقامهای پلیس نیویورک گزارش کرده است که انگیزه حمله مسلحانه نیویورک افرادگرایی خشونتبار نژادی بوده و مهاجم که از وی به نام پیتون جدرون یاد شده است جریان حمله را به گونه زنده در اینترنت پخش می کرده است. کاملا هارس معاون رئیس جمهور بایدن مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان تقدیم کرده و روی ایستاده شدن در برابر جرایم خشونتبار نژادی تاکید کرد. این وحشتناک است. وحشتناک در کشور ما. باید بدانیم که ممکن است ما در حال تجربه یک همگیری حس نفرت نسبت به بسیاری از امریکایی ها باشیم. این اشتباه است. آنچه در شهر بافالو اتفاق افتاد خود نوعی از خشونت است و ما آن را در جاهای دیگر کشور نیز دیده ایم و همه باید علیه آن صحبت کنیم. نفرت از هر یکی از ما باید آن را به نفرت از همه ما به عنوان یک ملت تعبیر کنیم. ما ملتی هستیم که به تنوع خود افتخار می کنیم. مقام های پلیس گفتند که مهاجم 18 ساله سفید پوست که لباس نظامی و واسکت زره پوشیده بود در داخل یک مغازه بزرگ بر مردم گلوله باری کرد که در اثر آن کم از کم 10 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که مهاجم مزنون بازداشت شده است، اما هویت او را فاش نکردند. چند ساعت پس از بازداشت شدن، نخستین جلسه محاکمه پیتون شام شنبه برگزار شد و قرار است جلسه بعدی محکمه هفته آینده برگزار شود. اسناد محکمه مزنون را پیتون جدرون از شهر کانکلین، شهری با حدود 5000 نفر در منطقه جنوبی نیویورک در نزدیکی مرز با ایالت پنسیلوانیا نام برده است. بر اساس گفته های مقامات و رسانه های محلی گزارش دادند که این نوجوان دانشجوی کمیونیتی کالج بروم در پوهنتون ایالتی نیویورک بود است. این که ببینم که احساس امنیت توسط فرد یک برتری طلب سفید که دست به یک عمل تروریستی زده است برهم می خورد و به همین دلیل به شیوه خونسرد بی‌رحمانه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. کشتار به سبک نظامی که افراد را هدف قرار می دهد که صرفاً می خواهند مواد غذایی را از یک فروشگاه محل بخرند، قلب ما را ضربه می زند. استفان بلونگیا، مامور خاص FBI که مسئول دفتر بافالوی این دفتر است، گفت که این حمله هم به عنوان جنایت نفرت و هم به عنوان یک اقدام افرادگری خشونت آمیز با انگیزه نژادی تحت قوانین فدرال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حال است که به گفته مقامات در ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه مردی در کلیسایی در جنوب کالیفرنیا نیز تیراندازی کرده که در اثر آن یک نفر کشته و 5 نفر دیگر را مجروح کرد که متعاقبا مزنون را بازداشت کردند. خشونت مسلحانه در ایالات متحده همواره به وقوع پیوسته و همه ساله هزاران نفر در اثر این خشونت ها جان می بازد. فرخنده بیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.